آقای سیاوش اوستا تشریف دارن اونجا و روی تصویرشون هم دیگه الان داریم میبینین. مطالب جالب ایشون رو بشنوید در این برنامه که یک نیم ساعتی بهش بیشتر باقی نمونده. بفرمایین آقای سیاوش اوستا. درود بر شما استاد چرفشایی، درود هم به برادرم مهندس امیر شجره، درود به آقای شهرتی کارگردان برنامه و همه مهربانیارانی که هر کجا نشستند و ما رو میبینند. امیدوارم که شما خوشی داشته باشید. استاد چرفشایی خسته نباشید. چهار تا ویدیو داریم چون امشب دیگه چهار تا زیادت از اول شروع میکنیم با ویدیوها. جناب چرفشایی نخستینش این هست که نه اون یکی ملا اون یکی دیگه رو بذارید ملا بزنه شماره یک کار بسیار خوبی یک هنرمندی کرده آقای چرفشایی. اینی که میدونید که دیگه آقای بلحن این روزها خیلی جالبه که همه اون سنت های دیرینی که میگفتن آقا مقدس محترم عقیده است دیگه مردم ایران لگد زدن بهش که دیگه بیا و ببین همه چیزشو و این خیلی جای خوشنودی است که مردم ما به این رشد فکری رسیدن. دیگه از هنرمندان نازنین سرزمین ما آقای استاد چرفشایی عزیز خانم شهره یک آخوندی که در محفلش پنهان بوده و برفته بوده به کنسرت میاره روی صحنه و خیلی جالب این کار استثنایی است و نخستین باری که در تاریخ انجام میشه و عمامه آخونده رو رو استیج از سرش ور میداره. این برای افتتاحیه برنامه خیلی زیبا و جالب قشنگ با هم میبینیم. ببینیمش بله و برای این آقا بالا بدهشون بدیم. بله آره بله حاجی منم از تو شپاهایی کردم نامه ها شپاهایی کردم فتیش هایی کردم Yes! One, two, three, four! ما آخونده الان ما ایران نیرن دیگه نامه ها شد ام بهش مجتمع شده اون بلیه ایشون اینجا این کار کرد. خانم شهره سولتی استاد چرفشایی من میخوام همینجا ازش واقعا سپاسگزاری کنم چون این دختر زنیه شیرزنیست. اینم میدونید چند سال پیش ایشون رفت دبی و ایشون هم یه ترانه داره به نام خلیج، خلیج فارس اینجا و این ترانه رو بهش گفته بودن نباید بخونی که اومدی حالا که دبی. ایشون رو استیج ترانه دبی خلیج رو خوند 20 سال پیش و از اون موقع هم تا حالا تحریم شده که نرفته دبی و جوانمردی های زیادی این زن کرده در میدان هنری که این کار امشبش هم واقعا بسیار ستوده نیست که برای نخستین بار آخوندی رو اینطوری ترتیب شده. حالا وارد مبحث اصلی که بشیم استاد چرفشایی به همین میخواییم بیندیشیم که سید اولاد پیغمبر آخونده هر مزخرفی هست اینجور عمامش بایستی ورداش همونجور که کاری که بچه ها تو ایران کردن و دارن میکنن و ادامه میدن و تا این روحانیت کفن نشود مملکت ما مملکت نشود چون ریشه بنی هاشم ریشه استعماری و باطلی است و ریشه روحانیت ساخته و پرداخته استعمار هست. من کاری که امروز داره اسرائیل انجام میده که دو تا ویدیو داریم که یکی از نفتالی بنت نخست وزیر سابق هست و یکی از ایگال از مامورای بلندپایه موساد که مطالب مهمی رو اینها به اطلاع جهان میرسونن و ما باز اینو مطرح میکنیم، یعنی امشب دیگه اینو باز میکنیم. خیلی از پرونده ها بسته بود و کسی صحبت نمیکرد ولی با این حمله حماس این باز میشه. یعنی اسرائیل آقای شرفشاهی درسته که 76 سال پیش شکل گرفت ولی مردم اسرائیل اینها از زمان آدم یعنی تاریخ یهودی ها زایش آدم حوا که الان اینا از سپتامبر سال 5785 شروع شد
من نمایشنامه‌ای دارم با عنوان افسانه افسانه‌ها که 30 سال پیش نوشتم، در اون نمایشنامه کوچک شرح میدم که آدم یک عنصر انقلابی است که برای بهبود جامعه بشری خودش که اون موقع ایلامیان بوده میاد و یک کارایی میکنه، تبدیلش میکنن به صحرای سینایی که میگن هبوط و از بهشت آمده. اینو من ملموسش کردم، زمینیش کردم. میاد اونجا و بعد در اونجا با حوا که هست و سیاهان که اونجا هستن فلان فلان تمدن میسازه که میشه تمدن اسرائیلی و یهودی. و بعد اینها آقای شرفشاهی در چندین مرحله حتی در همون زمان ایلامیان اینها قدرت‌های مهمی رو، یعنی دولت اسرائیل دولت تشکیل داده در اون مقاطع، جنگ‌ها شده، چه شده، چه شده. و حالا نمیخوایم وارد مبحث اصلی بشیم، ولی اینو میخوام بگم که توی 5785 سال هیچ قدرتی، چه امپراتوری بزرگ باشه، چه آخرین امپراتوری که هیتلر بود و چه این سدلی خامنه‌ای با نظام، هرگز نتونستن نابود کنند اسرائیل رو و قوم یهود رو، و اینها همواره پیروز شدن بر دشمنشون. و این پیروزی یه درس داره، دو تا سند مهمه، دو تا شعار مهمه که عمل کردن که به پیروزی رسیدن. در غیر صورت مثل ما، مثل همه نابود میشن. شما ببینین، شما رو هر کسی میبینه، آقای شرفشاهی، هر ایرانی رو که غیر ایرانی میبینه، میگه آقا چطور میشه شما با 7700 سال تمدن، با کوروش، با نادرشاه، با پهلوی ها، با این هزارهای مادها، اشکانی ها، ساسانی، چطور شده به بدبختی افتادی؟ دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش همین کاری که اسرائیل میکنه ما نمیکنیم. فراموش کردیم و میکنیم و میبخشیم. بنی هاشم بر ما حاکمه، بعد خانم شهره که میاد عمامه بنی هاشم از سری برمیداره، برای ما کار استثنایی است، چون برای نخستین بار این کار داره انجام میشه. بعد ما تمام دشمنان خودمون رو آوردیم تو رخت خواب خودمون. حالا اینها از همون موقع تا الان هر کی با اینها ور افتاد در افتاد، شوخی ندارن. دشمن استاد شرفشاهی، دشمن تو اگر زخمی کنی، نابودش نکنی، پا میگیره تو رو نابود میکنه. شما در نظر بگیرید انقلاب سیاه ایران که پیروز شد، که جهان متفق بود که این انقلاب بشه، از همون روزای نخست انقلاب نیروهای چپ که نقش مهمی به روی کار آوردن این نظام داشتن، از طریق عراق، لیبی، سوریه، انبرخوجه آلبانی، کشورهای کمونیستی، زیر نظر شوروی و زیر نظر انگلیس، اینها انقلاب رو از نظر قدرت تشکیلات همراهی کردن. حتی در هفته شهریور فلسطینی ها تیراندازی کردن به سربازان ارتش پادشاهی، ارتش پادشاهی رو وادار کردن که جواب آتش اونها رو بده، مردمی هم کشته شدن. یعنی این نیروهای چپ به ویژه فلسطینی خارجی و چپ داخلی نقش مهمی داشتن برای نابودی ایران. و یکی از شعارهایی که اینا میدادن، این فیلم دومی که شما میبینید، این فیلم دوم میبینید که اینا هستن که عرفات که رهبرشون بود، اینا همشون رفته بودن پیش یاسر عرفات که شعارش نابودی اسرائیل بود. و چه و چه، این فیلم میبینیم، همین فیلم عرفات رو اگه بزنیم میبینیم، میبینیم اینها شعارشون بود مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر امپریالیسم. در صفحه اول روزنامه هاشون این رو نشون میدادن و شعار میدادن که مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر صهیونیسم، و افتخار میکردن که آمریکایی رو تو ایران کشتن. خب اینها هم ما دیدیم پس از این که لاجوردی اومد 120 هزار نفر رو اعدام کرد، بعد اینا رهبرانشون که اومدن به پاریس پناهنده شدن، اینها با توافق کردن و اصلا نه تنها مرگ بر صهیونیست دیگه فراموش کردن که دارن باشون کار میکنن. این یه فیلم، هم 30 ثانیه است، همین فیلمو ببینیم، روش صحبت میکنم چون صدا نداره. میبینید اینجا استاد چرفش، اینا نشریات روزهای اول انقلاب هست که اینها شعارشون استقبال خونین از جهانخواران آمریکایی و اینکه اعلام انقلابی، اعدام انقلابی مستشار امریکایی. و بعد شعارهای اول سر تیتر روزنامه‌هاشون بود مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر امپریالیسم و غیره. اینها، این شعارها اینها بود در یکی دو سه سال نخست انقلاب سیاه پادشاهی که پادشاه رو سرنگون کرده بودن. ولی امروز ما می‌بینیم که اینها 180 درجه تغییر موضع دادن. چرا؟ چون همون قدرت خودش رو اسرائیل نشون داد که نمیپذیره دشمن رو که خواهان نابودیش هست، در حول و حوشش و حصارش سنگر بگیره.
حالا نکته دیگه، دو تا ویدئوی دیگه که با هم خواهیم دید مربوط میشه به همین پروژه‌ای که امروز همه به اینا میگن، به اسرائیل میگن خب آقا شما دیگه کی غزه رو نمیزنی، کی چرا وارد نمیشی، وارد بشو وارد نشو، یه دیگه میگن نشو اینا. این در این دو تا، این آقای بن نفتالی بنت نخست وزیر روشن اسرائیل پیشین، قبل بنیامین بود، یک سال نخست وزیر بود، ایران هم خیلی خوب میشناسه و یکی از نیروهای جوان اسرائیلی است. این در یک مسابقه که دیروز انجام داد، آقای شرفشاهی دو تا سه تا کار قشنگ کرد. اول اینکه خدمت بی بی سی مشخص میرسه، همونطور که ما گفتیم که این نظام جمهوری اسلامی رو بی بی سی یعنی انگلستان و روس به قدرت رسوند، یک. و دو، بارها من اینجا خدمتتون عرض کردم که وقتی 1947 میخواستن در سازمان ملل متحد رأی بدن به تشکیل دولت اسرائیل، یه چند تا کشور رأی ندادن، از جمله کسایی که رأی ممتنع داد یعنی رأی موافق نداد دولت بریتانیا بود. و مثال هم گفتم که قسم میخوره دکتر نبوی شاهد بوده اینا، جنرالشون که ما خواب نخواهیم کرد گذاشت بکنه اسرائیل. اینجا برای نخستین بار یک نخست وزیر و مرد قدرتمند اسرائیل میزنه تو دهن خانم بی بی سی، میگه خانم جان شما چرا از گروه تروریستی حماس دفاع میکنی؟ و پشت سر اون هی میپرسه آخه من اینو میخوام ببینم که شما با غزه چیکار میکنی؟ میگه بچهای ما رو که کشتن مهمه، و ما تا پاکسازی نکنیم، ما تا رادیکالمان حماس رو در اونجا نابود نکنیم کارمون تموم نشده. حالا آقای شرفشاهی اینو من رک به شما بگم، اینو چون خودشون میگن تو رسانه‌های اسرائیلی توجه بکنید، وقتی که مثل همین نفتالی بنت باشون میگه آقا شما چرا بمباران میکنید غزه رو چرا میزنید، میگه اینا در سال 2007 اکثریتشون به حماس رأی دادن، حماس یک گروه تروریستی است، وقتی که اکثریت یک مردم بهش رأی میدن این با تروریسم موافقه، برای همین اینجوریست جریان جهان که ما اومدیم پذیرفتیم بنی هاشم رو، برامون اولاد پیغمبر سید و محترم هستن، اینها میگن آقا اگه تو رأی هم کسی رفته دادی و راست هم هست دیگر نظر فلسفه و منطق شما بگیر، آقا وقتی شما ملت ایران 44 میلیون 34 میلیون 11 میلیون میرید رأی میدید به نظام جمهوری اسلامی تو این 44 سال و بعدم اینقدر جوون کشته میشه، اینقدر مهسا و اینقدر و شما اونجا نشستید میرید باز بینا رای میدید، این برنامه شماست که میگم تهران رو ترک کنید برید در سیستان و بلوچستان با خاک یکسان میشه. حالا این شجاعت بنت رو ببینیم با هم دیگه استاد شرفشاهی، و پشت سر این یک مأمور بلندپایه موساد همین حرفای من رو تایید میکنه که ما دشمن رو نمیذاریم رو پاوایسته. ببینیم این بنت رو برگردیم در خدمت میبردیم. Pounding them. We're doing the opposite. It's not exactly what Hamas what you're did. Doing. No, wait, you asked the question. Would you let me answer? Go ahead. What Hamas, ISIS did is they entered roughly 30 communities. Whenever they can, they butchered babies. They burnt them alive. They pulled a baby out of a pregnant mom's and then beheaded the baby, beheaded the mom. They raped young girls. This is what we're dealing with. And with all due respect, I think that Geneva Conventions first and foremost tell a country, you need to defend yourself. And we will defend ourselves. We're going out of our way. I know that last week a hospital was fired by Islamic Jihad that fired a rocket on it. And BBC said that it was Israel, but it wasn't Israel. And I understand that BBC has taken a side of on the Gazan side, because all your questions are only about the Gazan civilians. That's not you true. Haven't asked one that's question. That's not you haven't true. Asked one question I began about by those children. From the very beginning of this interview, from you the very just are asking me about them. Mr. But Bennett, it seems that you is not true. Little about our side. Oh, it is. Mr. What Bennett, I began about our side? I began by talking about the hostages. And what I'm asking you about now is... No, I'm not talking about the hostages. I'm talking about the babies that were murdered. And you keep on caring only about one side, but that is the BBC way. But let me tell you something. We're here protecting you. We don't need your protection. And if you think there's a balance here between two equal sides, then you are lacking moral clarity. And BBC, I must say, is lacking moral clarity. What you guys did last week, shame on you.
Before we spoke to you, Mr. Bennett, I spoke to a veteran Palestinian politician. Other families to know that never again will they be under rockets, terror attacks, etc. from Gaza. The implication of that is that we need to demilitarize Gaza. And that's the stated goal of the government. Okay. So we are planning a counteroffensive against this Hamas ISIS type organization. So we saw two US hostages released, and I wonder, does a ground incursion into Gaza make it less likely you will get the rest of the hostages out? Well, there's no option but to eradicate Hamas, and the view is, does it make it harder to get the hostages out? The hostages is one of the objectives. The other objective is to eradicate Hamas. So because you have to clearly demonstrate that your fight is with Hamas and not with the Palestinian people. So what is your question? You said it wasn't your business, the humanitarian situation of Gazans. No, we are not responsible for Gaza, just like you're not responsible for France. این هستاد چرفشایی دو هفته پیش روزهای نخست جنگ که من به شما گفتم در این جنگ و دعوا دیگه گان گرفتن و میخوان معامله کنن مطرح نیست. رادیکال اسرائیل میخواد این حماس رو پاک بکنه از اونجا. امشب نخست وزیر پیشین اعتراف کرد این قضیه رو و گفت اپشن اصلی ما نابودی حماسه و گروگان ها برها در کنارش. و این برای نخستین بار هست که همونطور که شما بارها در برنامهاتون گفتید ملت ایران ما میدونه که روس و انگلیس در مرحله نخست و بعد آمریکا و دیگران در تله اون افتادن، شاه رو سرنگون کردن، این رژیم را آوردن. یک رژیم استعماری است ما داریم در تهران. رژیم تهران رژیمی که خودش تصمیم بگیره نیست، استعماری است. و امشب آقای نفتالی بنت قشنگ جواب اینا رو داد. حالا فیلم دیگه که می‌بینیم مال آقای ایگال هست. ایشون یکی از رهبران بزرگ موساد هست، رئیس پیشین هست و ایشون قاطع میگه آقای شرفشاهی داره با تلویزیون خود اسرائیل هم مصاحبه میکنه، به زنه میگه، میگه خانم جان اگه بخوای چیز بکنی نظر من عرضه من میرم ها. بعد میگه نه وایس بگو. میگه هر کی با ما ورفته در میفته، ما به ایران هم حمله میکنیم، چه میکنیم چه میکنیم، حرف خودشه. بشنویم آقای شرفشاهی. در خدمت شما. بعد القضاء الاسرائيل سوف يقضى عليه مع 90 مليون من شعبه. ولكن يبقى السؤال استاذ يقال اذا كانت اسرائيل معنيه في هذه المرحله توسيع المعركه. نعم استاذ يقال. اسمعيني ولا تقطعيني. طيب تفضل باختصار لو سمحت. لا تقطعيني. لا لو سمحت استاذ. ما اقوله. نعم تفضل اكمل باختصار. اطلع من الصوره. لا بدون ان تخرج، دون ان تخرج. تفضل. اسمعيني احسن. لا دون تهديد، هاي لغه تهديد يا استاذ يقال، لا يمكن بهذه الطريقه لو سمحت. اكمل. تفضل اكمل. طيب تفضل اكمل الفكره، تفضل. فمن اي يدفع باسرائيل الى استعمال قواها الهائله التي قد تغير صوره خبيثه الشرق الاوسط؟ وانا ارى اعداد موتى لا تقدر اعدادها. انني لن اتكلم ولا اتكلم عن الجنوب، مصيره محتوم. انا اتكلم عن الشمال، عن حزب الله وايران. اكرر، لدى اسرائيل امكانات هائله للقضاء على الدول باكملها. واذا دفع خامنئي بحزب الله الى استعمال قوى وهي 160 الف صاروخ، سوف يقضى عليه مع شعبه. وسوف يقضى على حزب الله، والله يساعد لبنان، وسوف يكون لذلك نتائج هائلة. ومن الواجب من واجبك أن تخليني أحكي وأنذر، وقد يحذر من أنذر. نعم استاذ يقال لي كرمون، رئيس معهد ممر للأبحاث وعقيد سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، شكرا لك استاذ. از ماموران برجسته موساد بود که قاطع آقای شرفشاهی گفت. الان مدتی است که حزب الله هم داره خمپاره میندازه به اسرائیل، از دو طرف هم کشته دادن. تا کنون اسرائیل وارد غزه نشده و وارد لبنان هم نشده، ولی داره شهرک های کنار لبنان رو
شهرک‌های اسرائیلی که ساخته شده تخلیه میکنه و اینها به زودی همینطور که ایشون گفت شوخی نداره، تا حالا توی مسائل هم زیاد پیش اومده. الان ما برید فندومان فیلمی هست روی مهدی میتونید برید ببینید، امریکایی‌ها ساختن که فیلم برداری فضایی کردن بعد از اینکه ما تقویم 7000 ساله رو منتشر کردیم و 30-40 سال پیش. استاد شرفشاهی تمدن بزرگ ایلامیان از عربستان، سعودی، اردن، مصر بوده تا تمام اسرائیل، تاجیکستان رفته زیر خاک 7000 سال پیش. متوجه میشین الان دارن در میرن، اصلاش من فیلمو ببینید. و بعد جنگ های دیگه شده در طول تاریخ، همیشه اسرائیل سربلند اومده بیرون، قدرتمند اومده بیرون. علی خامنه ای دقیقاً میدونست و میدونه و نظام اسلامی حاکم بر ایران پاسداران خودشون های شرفشاهی. این دیگه نمیشه الان وقتی نیست بهتون بگم، بیش از 10 تا امیر ارتش و سرداران سپاه نامه‌های آشکار و علنی فرستادن و نوشتن که آقا ما دیگه نخواهیم تونست مثل که با عراق جنگیدیم با الان بجنگیم، ما شکست میخوریم، سرزمین نابود میشه. علی خامنه‌ای بهره‌ای که میخواد از این قضیه ببره بهره تبلیغاتی است که پس از خودش بتونه بچه‌شو مشتبه رو جای خودش بذاره به عنوان یه قهرمان جهان عرب و مسلمان مطرح بشه و اول ایران نابود میشه. برای همین مردم ذکاوت و زیرکی نگذارید یک بار دیگه قربانی مطامع این جلادان بنی هاشم بشید. بله، بسیار ممنون از شما، مطالب جالبی رو مثل هر هفته در این برنامه مطرح کردین. از شما سپاسگزارم، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بیرون بچه هسته چفشهی، روز شب خوش، بدرود کارگردان برنامه عزیز. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدوز، سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.